امروز روز مهربونیه، روز همدلی و روز زیبای خداوند برای من و شما. بام فروشی، موزل جدید پایتخت که بیشتر در بافت‌های فرسوده دیده می شود. اینجا پایین شهره، ما یه کرایه پایین باشه دیگه. چون تورم رفته بالا، قیمت ها رفته بالا، هزینه ساختمون رفته بالا. 30 تومن یه پارسال، الان میگن 100 تومن. خب 70 میلیون اختلاف دیگه. اقدامی نمی کنن و نکردن برای ما و فکر نکنم کسی بخواد اقدامی بکنه. در قالب مسکن اجتماعی، مسکن مهر و طرح اقدام ملی در طول زمانها با واژگان مختلفی مطرح شد که چطور می شود خونه ساخت، ولی هیچ سیاست پایدار و مستمر تقریبا در این خصوص نبوده. مدلی که ما بهش رسیدیم، اولا ایجاد یک نهضت مسکن سازی، دو دادن زمین رایگان، سه ساخت مسکن روی اون زمین ها با حداقل قیمت. اینا همه ایده های مفهومی مسکن مهر بود دیگه. مسکن مهر، 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 مسکن مهر. داشتن یک سقف بالای سر روز به روز برای مردم ایران سخت‌تر می‌شود. مشکلی که از ده‌ها سال پیش شروع شد و رفته رفته سرنوشت پیچیده‌ای پیدا کرد. برای حل آن برنامه‌های مختلفی اجرا شد، ولی مشکل مسکن همچنان حل نشده باقی ماند. اما ریشه این مشکلات کجاست؟ برای پاسخ باید شش دهه‌ای به عقب برگردیم. سال 1341، الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی. ده 1418 قریه بین 350,064 خانوار کشاورز ایرانی تقسیم شد. با اجرای قانون اصلاحات ارضی، زمین‌های کشاورزی از تملک ارباب بیرون آمد و به کشاورزانی که روی آن کار می‌کردند فروخته شد. در این شرایط کشاورزان تصمیم به مهاجرت می‌گیرند، چه آنهایی که زمینی نصیبشان نشده و چه آنهایی که زراعت روی زمین‌های کوچک برایشان نمی‌سرود. مقصد همه آنها یکی است: شهرهای بزرگ و بیش از همه تهران. ماشینیم ولی شاد و غزل خون می رویم، دست جمعیمون به سوی شهر تهران می رویم، هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون می رویم، داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم. با اولین گام‌های صنعتی شدن و ورود صنایع مونتاژ بر جمعیت مهاجران افزوده می‌شود. من ایرج احمدی از آمان اومدم. الان 4-5 ساله که اومدم تهران، پدر مادرم زمین رو فروختن اومدم تهران. الان شرکت کار می‌کنم، کیسه‌ها می‌فروشم. فروش نفت در دهه 50 اوج می‌گیرد و درآمدهای دولت سر به فلک می‌کشد. درآمدهای شیرینی که صرف واردات کالا می‌شود، هزینه های تلخی را برای مردم ایجاد می کند. تورم و افزایش قیمت زمین و مسکن. جمعیت مهاجرانی که هر روز به شهرهای بزرگ اضافه می شود، با آنها که وسعشان به خرید یا اجاره خانه در مرکز شهر نمی رسد، ناچار به حلبی آبادها و حاشیه شهر رانده می شود.
حالا داشتن یک سرپناه برای بسیاری از مردم به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده. اما روزهای دیگری در راه است. توجه، توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی. فروردین سال 58 رهبر انقلاب فرمان اولین سیاست اقتصادی حکومت جدید را ابلاغ می کند. دستور افتتاح یک حساب برای واریز کمک‌های مردمی و نهضت خانه‌سازی برای محرومان. بینندگان عزیز، اینجا بانک ملی شعبه بازار هست. همطور که آگاه هستید، چند روز گذشته امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران بیانیه صادر فرمودن مبنی بر اینکه کسانی که مایل هستند تا طبقه محروم مملکت ما صاحب خانه بشند، وجوهی رو که میخوان در مورد این کار کمک بکنند به حساب شماره 100 بانک ملی واریز کنند. چند ماه بعد حق مسکن به عنوان یک اصل در قانون اساسی قرار میگیرد. داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. مهمترین سیاستی که در سالهای اول انقلاب اجرا می شود، توزیع زمین با حداقل هزینه برای خانه سازی مردم است. در این شرایط همه به رفع مشکل مسکن در کشور امیدوارند. 43 دستگاه الان خونه داریم که حدود 34 درصد کارش مونده و حدود 120 قطع زمین تفکیک کردیم دادیم که اونا از 30 دستگاه ساخته شده است. متقاضیان خونه چند تا بودن؟ 2000 نفر. متقاضیان زمین چطور؟ 5000 نفر. فقط منتظرم اینم دولت هر جوری که اعلام کرد، با توجه به اعلام دولت ما بتونیم بریم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. متشکرم. در خدمتتون. با عزت. حدود یک دهه همه ظرفیت‌های کشور صرف جنگ و بازسازی ویرانه‌های بعد از آن می‌شود. سراج الدین کازرونی برای 9 سال، یعنی تا سال 72، وزیر مسکن است. در این مدت سیاست عرضه زمین توانسته قیمت و تعداد خانه‌های موجود در کشور را به میزان قابل قبولی برساند. در دولت دوم سازندگی با وزارت عباس آخوندی توزیع زمین متوقف می شود. سیاست جدید حمایت از انبوهسازان برای ساخت خانه های کوچک و اعطای وام خرید خانه به مردم است. اما جهش قیمت در سال 75 نشان می دهد این نسخه پاسخگوی مسئله مسکن در کشور نیست. برنامه دولت محمد خاتمی بر همان روال است و سیاست گذشته ادامه می‌یابد. البته طرح‌های جدیدی هم برای ساخت خانه اجرا می‌شود، اما تعداد خانه‌های ساخته شده چندان قابل توجه نیست. در دهه 80 موج جمعیت دهه 60‌ها به سن ازدواج نزدیک می‌شوند. این یعنی کشور به سمت بحران مسکن پیش می‌رود. در این سالها جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به دنبال یافتن راه چاره ای هستند. پیش مسئولین مختلف که تو دوران دانشجویی رفتیم دیدیم که خود این بندگان خدا هم همچین نه که نخوان کاری انجام بدن، ایده ای ندارن اصلا. صنعت ساختمان و مسکن به شدت اشتغال زاه، میتونه تا حد زیاد اشتغال رو راه بندازه و این دوتا میتونن اون ازدواج رو تسهیل کنه. این بود که رسیدیم به اینکه بشینیم با موضوع مسکن شروع به کار کردن. یه اتاق فکر تشکیل دادیم، یه جایی از دانشگاه گرفتیم و اینقدر که مثلا یاد می‌گرفتیم مسائل رو، می‌رفتیم مثلا با مدیران اجرایی و تو نهادها و وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها و اینا مثلا
جلسه میگرفتیم. ما با آقای رئیس جمهور دوست بودیم چون ایشون علم صنعتی بود. هر از گاهی ماحصل کارامون رو ته یه صفحه دو صفحه اینا مثلا به ایشون به جوری دست ایشون میرسوندیم. تا بالاخره ایشون یه وقت دستور داد که آقا به دوستان بگین بیان با هم جلسه بگیریم. ما اونجا رفتیم بحثا و مباحثمون رو عرضه کردیم و گفتیم و ایشون هم پسندید و این ارتباط شکل گرفت. بیشترین سهم قیمت یک خانه بهای زمین آن است. طرح مسکن مهر این هزینه را حذف می کند. دولت زمین را برای 99 سال در اختیار مردم می گذارد و مردم تنها مالک بنای ساختمان می شوند. بانک ها وام ساخت خانه را به پیمانکاران می دهند، اما اقساط آن را متقاضیان پرداخت می کنند. در روستاها قیمت زمین زیاد نیست، پس تنها وام ساخت خانه به مردم داده می شود. با تصویب بودجه سال 86 و تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن در مجلس هشتم، دست دولت برای شروع ساخت و ساز باز شد. کلن 4 میلیون واحد مسکونی ساخته شد. 2 میلیون روستایی، 2 میلیون شهری. این تعداد یعنی چیزی برابر با کل خانه های استان تهران. واحد هایی که قرار شد ظرف 18 ماه به متقاضیان تحویل داده شوند. اما داستان تحویل همه خانه ها پایان خوشی ندارد. جناب آقای نبی‌الله قدیری، نماینده بخشی از متقاضیان مسکن مهر همراه ما هستند. سال 88 به این فکر افتادیم که بتونیم مثلا فرض کنیم از این طریق صاحب خونه بشیم. اومدیم ثبت نام کردیم، اون موقع یادتون باشه اداره پست بود. میرفتیم تو اداره پست برای ثبت نام، خیلی طولانی بود و خیلی صفحه عریض و طویل و آخر به هر حال بعد از 2-3 روز تو صف وایستادن و اینا موفق شدیم که ثبت نام بکنیم. سال 91 یکی از آشناها گفتش که الان من تعجب کردم چجوری فهمید، کار خدا بود. گفت میتونی پول جور کنی 5 میلیون؟ گفتم برای چی؟ حالا اون سال خب زیاد بود، 5 میلیون واسه من نوعی. گفتم که برای چی؟ گفت فردا دارن ثبت نام میکنن تو پردیس. خب منم به مشتری ها زنگ زدم و شبونه پولو واریز کردن. صبح یکی گذاشتم تو صف. حالا جالب اونجا بود من نفر دوم سوم شدم. اون دوتا از کجا زودتر فهمیدن؟ اخبار نگفته بود. پولا رو گرفتیم اومدیم و ثبت نام کردیم. وقتی می اومدی شما وارد پردیس می شدید، در واقع قشنگ متوجه بودید که چه کارهای عمرانی به چه سرعتی داره پیش میره. حتی ما از شوق ذوق این که اینجا حساب خونه میشیم، بعضا خود من تا مثلا کمر میرفتم تو گل بری میرفتیم با شوق ذوق رو ارتفاعات وا میستادیم تماشا کنیم که چه اتفاقی قرار اینجا بیفته. مجلس به جناب آقای عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی رأی اعتماد داد. با تغییر سیاست دولت به عبارتی عملا دیدیم دیگه این پروژه ها رفت تو خواب. ما حدود 7-8 ماهی یک سالی هر چی میرفتیم میمادیم دیدیم هیچ خبری از فعالیت عمرانی اینجا نیست. کلا ناامید شدیم. جمعی که بودیم همون روز دیدیم خب واقعا کارت به استخون رسیده بود که این 7-8 نفر بشیم بریم بلکه جواب بگیریم. تصمیم گرفتیم که یه گروه در واقع اجتماعی درست بکنیم. آخه هر دفعه میرفتم گفتم این خونه ما چی شد؟ میگفتن آره اینجا شد مثلا اینطوری کردن اونطوری کردن، 2 ماه دیگه بیا 3 ماه دیگه بیا. هی 2 ماه 3 ماه تا یک بار به یکی آشنا شدم گفتم که سخته که این همه مسیر رو بیای بزنی، بعد یارو میگه 3 ماه دیگه بیا. گفت یه گروهی هست به اسم گروه وحدت، میتونی از اون تو اطلاعات کسب کنی. تعدادمون قابل توجه شد.
مراجعه کردیم به کارگزاری، باز به ما جواب ندادن. مراجعه کردیم شرکت عمران، جواب ندادن. مدتی رو تعامل کردیم، میرفتیم شرکت عمران، جوابونو نمیدادن. به هر حال مجبور شدیم که با دوستان هماهنگ بشیم بریم ریاست جمهوری. در صورت از ریاست جمهوری هم نتیجه نگرفتیم، رفتیم شرکت مادر تخصصیشون، باز به نتیجه نرسیدیم. تصمیم گرفتیم، گفتیم که خب بریم به پناه ببریم به خانه ملت. یکی دو جلسه رفتیم، کسی بهمون اهمیتی نداد. بعد دوباره اومدیم رفتیم جلوی وزارت مسکن تجمع کردیم، باز هیچ نتیجه ای نمیگرفت. ما الان منتظر این هستیم که ادامه میدیم، بایستی آقای مهرآبادی نماینده دولت بیاد تو جمع ما. جناب آقای دکتر محمد نوبخت، سخنگوی محترم. پیگیری ها و تجمعات گروه وحدت ادامه دارد. نتیجه این تلاش ها تعیین یک قیمت قطعی، چند مرحله اختصاص بودجه و حل دیگر مشکلات مردم است. اما باید منتظر اتفاقات دیگری هم باشیم. تیر دلالان و اخلالگران مسکن مهر در تلگرام به سنگ خورد. متهمان موصوف با راه اندازی چند تا کانال شبکه تلگرامی که از طریق این کانال‌های شبکه اجتماعی مبادرت به اخلال در نظم، اخلال در روند خرید و فروش سهام مسکن مهر و تجمع افراد می‌کردند، 6 نفر از ادمینایی که مبادرت به این کار می‌کردند دستگیر شد. پرونده‌های امنیتی متعدد برای بنده درست کردند. عنوان پرونده امنیتی فکر می‌کنید چی بود؟ تشویش اذهان عمومی به قصد جنگ و کشتار و برهم زدن نمی‌دونم امنیت ملی، از این صحبت‌ها که به لطف خدا و یک قاضی داشتیم که الحق و الانصاف، درود به شرفش، که این قاضی وقتی پرونده رو خوند فقط خودش متأثر شد و همونجا در واقع میشه گفتش که اعلام تبرئه کرد. برای ما میهمان پلیس بودیم، ولی به فرداش که رفتیم اونجا حتی مثلا برگشتن گفتن که برای چه این دوستان آوردین، علتش چی بوده؟ ما هم نه جناحی هستیم، نه کسی پشتمونه، نه حامی داریم، نه راه رو بلدیم، فقط دنبال خونه هامونیم، دنبال این هستیم که خونه هامونو بگیریم. ما هم جز این ملتیم دیگه، بس دیگه. الان 5 سال 6 سال گذشته، چه کنیم؟ ما سرمایه ما رو بردید تو بیابون خوابوندید. حالا با گذشت بیش از 10 سال از تر، هنوز هزاران خانواده منتظر تحویل خانه هایشان هستند. مشکلات بسیاری که توقف مسکن مهر برای مردم ایجاد کرده، سؤال مهمی را پیش روی ما قرار می دهد. در این مقطع زمانی مشکل چه بود؟ چرا مسکن مهر باید متوقف می شد؟ اصلا دو که دولت جدید اومد، دولت نسبت به این طرح انتقاد داشت. حالا بعضی از انتقاداش درست، بعضیش هم غلط. مهمترین موضوعاتی که در نقد مسکن مهر طرح می شوند مربوط به نحوه تأمین مالی، کیفیت ساخت و جانمایی ساختمان هاست. این پروژه در هر صورت عمدتاً با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفته، نه با تأمین منابع از پسندازهای بانک ها. قرار بود بودجه طرح مسکن مهر از سپرده های مردم در بانک ها تأمین شود. اما با عدم همکاری بانک ها، دولت مجبور به ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی یا همان خلق پول شد. این راه حلی است که اگر به درستی از آن استفاده نشود، می تواند تورم زیادی ایجاد کند. خوبم از به نظر از مردم سوال بشه کدوم انتخاب میکنه؟ تورم زیاد انتخاب میکنه یا اجرای مسکن مهر؟ و نکته اینه که اگر مدیریت سیستم پولی کشوری به این تصمیم برسه که باید خلق پول بکنه، در کنارش تولید رو هم باید ببینه. همه جای دنیا این کار رو میکنن، منتها تو کشور ما بانک مرکزی این موضوع رو مدیریت نکرد. یه بخشش تزریق میشه تو مسکن مهر، بقیهش میرفت تو بانکهای دیگه و میدادن وامهای تجاری و غیره، میدادن تورم درست کرد. البته مسکن مهر تنها عامل این موضوع نبود. اون تورمی که مثلا در سال 91 شما تجربه کردی، این به خاطر افزایش نرخ ارز بوده.
نمیگم مسکن مهر بی تأثیر است، ولی بیایم سهم بندی انجام بدیم. تنها کاری که در به صورت علمی مرکز پژوهش‌ها فقط انجام داد بود از اون تورم 40% 4% مسکن مهر بود. زلزله شدید و پرقدرت مناطق وسیعی از غرب ایران و شرق عراق را لرزاند. این زلزله در استان‌های غربی و مرکزی ایران احساس شد. با زلزله غرب کشور در سال 96، موضوع همیشه درد سرساز کیفیت و امکانات مسکن مهر دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. اینکه چرا کیفیت ساخت در بعضی از پروژه‌ها پایین بود؟ پیمانکارا این مدام با افزایش قیمت مواد و مصالح اینا مواجه می شدن، مجبور بود که یا پروژه رو بخوابونه یا اینکه سبک بگیره و نازک بگیره و فلان اینا. اینه که بعضی از واحدها بی کیفیت شد. یکی از دلایلام همون بود که همین عدم نظارت درست نظام مهندسی استان بود روی پروژه های ساخت و ساز و اینها. مسکن مهر از سازه بسیار خوب و عالی برخوردار هستش، گرچه شاید به ظاهر و نازوکاری‌هاش پسندیده نباشه، به هر حال خواستم مسکن مهر ارزون تمام بشه. آیا واقعا این مکان انتخاب مکان‌ها درست انتخاب شده و میشه در واقع اطمینان حصول حاصل کرد که در واقع ما در واقع در انتخاب مکان، چون که در واقع یک پروژه اولین مسئله‌اش انتخاب مکان درستشه. بعضی از نقاطی که به عنوان مسکن مهر انتخاب شده مکان‌یابیه عجولانه‌ای بوده، کمتر بهش فکر شده. امروز و سالهای بعد آثار محیط زیستیش ممکنه خودش نشون بده. بعضی از پروژه‌های مسکن مهر از مرکز شهر دور هستند. این موضوع تأمین زیرساخت‌ها و دسترسی مردم به مراکز مختلف را سخت کرده است. رفت آمد مردم خیلی مشکل داره اینجا. ایستگاه اتوبوس نزدن، سینما نزدن، مراکزهای اداریشون یه مقدار ضعیفه، جوابگو مردم نیستن. این رو راست میگن. دلیلش هم این بوده. مدیران اجرایی بعضن همکاری نمیکردن با پروژه. یکی از مدیرهای استانی میگفت مهندس حیف نیست این زمینای بین خوبی رو دارید میدید به اینجوری دارید به مردم میدید. نگاه این شخص رو ببینید چیه که زمین مال مردمه. آیا مشکل واقعاً ایرادهایی مثل کیفیت و جانمایی بود؟ یعنی اگر این نواقص رفع میشد، دولت حاضر بود این طرح را ادامه دهد؟ الان شما میفرمایید که نمیشه این طرح رو اصلاح کرد، رفع نواقص کرد و اون رو ادامه داد؟ من برنامه اینه که من میگم باید کل مسکن رو نگاه کنیم. چرا اصلا این قرار راجعه به یک گروه خاص صحبت میکنیم؟ آخر کار آن کاری که ما باید بکنیم اینه که یک برنامه رو اجرا بکنیم که همه مردم قدرت خرید مسکن پیدا کنن، اونم مسکنی که دوست دارن. چجوری؟ در محلی که دوست. ها چجوریش؟ بحثش اینه که اول اینه که دولت مداخله نکنه. اولین کاری که باید بکنه همین کاری که ما میکنیم نکنیم. خب در چی مداخله نکنه؟ در بخش مسکن. در چیش؟ در قیمت گذاریش، در تولیدش، در نظارت، در قیمت گذاریش، در تولیدش، در نظارتش. در واقع اینا کارهایی است که در واقع باید در سطح شهر به شکل عادی انجام بشه. یه وقت هست شما میخواید یه تصمیمی از اول بگیرید، اون برمیگرده به نگاه اون تیم اقتصادی که شما تو دولت میچینید، ولی یه سری از تعهدات دولت قبل مونده که منی که الان اومدم دولت رو تحویل گرفتم باید انجام بدم. منابعش هم اونجا موقع موجود بود، یعنی از بازپرداخت اقساط مسکن مهر کاملا قابل تضمین بود منابعش برای ادامه دادن تعهدات دولت. این کارو نکردن. دلیل اینکه ادامه پیدا نکرد، من تو یه جمله اگر بخوام خلاصه کنم، غرض‌ورزی‌های سیاسی بود واقعیتش. همین مسکن مهر که صحبتش رو داریم امروز، خب از یه جنبه‌های خیلی قابل دفاعه، از یه جنبه‌هایی هم ایرادات جدی بهش وارد هست، هر دوش هست. ولی وقتی نگاه بهش سیاسی میشه، نگاه بهش خارج از چارچوبای فنی میشه و بحثای کارشناسی، دولت بعدی که میاد کلا میذاره کنار، یه کار جدید رو شروع میکنه. این درس آموخته تجمیع نمیشه، جمع نمیشه و خب ما تکرار میکنیم. شاید این هزینهش بیشتر از هر هزینه باشه که ما تو این طرح تاله کرده باشیم. این
باعث شد که خیلی ها خانوادهشان از هم پاشیده بشه، خیلی ها بدهکار بشن، بسیاری از اینایی که باید درمان می شدن در واقع کارشون به قبرستون کشیده شد، آرزو به گور موندن، رفتن در واقع به خونه هاشون نرسیدن. داشتیم کسانی که تو ماشین میخوابیدن، زن و بچهشون تو خانواده پدر مادر و اینا بودن، تو خانواده بستگان بودن، اسباب اساسیشون تو پارکینگ ها بود. این درد رو ما میدیدیم، ما در بین مردم داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای اونها که نیازمندترن، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.